مرکز جهانی آدم در واکنش به اقدام میتروسی برای حمله به خانه خدا بیانیه‌ای صادر کرد. در پی خونساسازی حمله تروریستی مورد ادعای عربستان سعودی به خانه خدا، مرکز جهانی دفاع از حقوق و آزادی ها آدم در بیانیه‌ای در خصوص هدف قرار دادن اماکن مقدس برای تحقق خواسته های سیاسی بعضی از افراد هشدار داد. در بیانیه مرکز جهانی آدم که نسخه از آن برای خبرگزاری ویوز ارسال شده آمده است ما تمام اعمال تروریستی در سراسر جهان را بر ضد غیرنظامیان، نظامیان با هر نژاد و دیانتی به شدت محکوم می کنیم و در مورد هدف قرار دادن برخی از اماکن مقدس نزد مسلمانان با هدف تحقق اهداف شوم و پلید برخی از افراد و یا تحقق سیاستهایشان هشدار می دهیم. این بیانیه افزود بالا رفتن تبع اتهام زنی های سیاسی و ادامه اوضاع خطرناک در کشورهای منطقه مانند اعمال تروریستی، آوارگی، سرکوب و تجاوز و بیحرمتی همگی باعث می شوند تا تروریسم در منطقه تقویت شود و سرانجام آن بروز جنایت های ناگوار است. این مرکز جهانی در بیانیه خود ضمن اشاره به سلب آزادی ها و رعایت نکردن حقوق بشر در برخی کشورهای منطقه افزود کشور عربستان سعودی در استفاده از اماکن مقدس و در تحریک احساسات مردم و تحریف حقایق پیشرو بوده است و به طور مثال میتوان به ادعای دروغین آنان اشاره کرد که گفته بودند حوسی یمن با موشک دوربرد خود کعبه شریف را هدف قرار داده بودند مرکز جهانی دفاع از حقوق و آزادی ها در ادامه این بیانیه از سازمان ها و طرف های درگیر سیاسی خواست تا برای تحقق اهداف سیاسی خود انسانها و اماکن مقدس ها رها کنند و به عقیده میلیون ها مسلمان در جهان احترام بگذارند شاین ذکر است وزارت کشور عربستان سعودی در مورد حمله تروریستی به حرم مکی در شهر مکه مکرمه در کنفرانس خبری خود اعلام کرده که پنج متهم که یک نفر از آنها زن می باشد را طی یک عملیات ضربتی دستگیر کرده و مدعی شده که آنان تابعیت غیر سعودی دارند.